اوکی مشکل نداره، من اونو حلش میکنم. چه ابر خوشگلی مورو نمیدونم اصلا بیرون مشخص نیست، اوور اکسپوزیم ها اونجا اشکال نداره. چه خبر از ما؟ ببین ببین دوباره دوربین اینجاته، میکروفون گرفتی رو دماغت. خدا این پایه ها رو استفاده کنید تو رو قرآن. بابا نمیشه پایم پای بندم پایه ها رو استفاده کنید. خب پایه میاد نصفش تو صورت تو تصویر، نمیشه بزنش پشت. بابا میتونی از اپیزود بعدی استفاده کنی. پایه رو چیز نکرده بود کارون، پایه پایه ها رو شل کرد. چه خبر؟ امروز برامون حلیم آورده بودی، اولین باری بود حلیم آورد برام برای صبحونه. دومین باره فکر کنم. نه نه مثلا من جملم تموم بشه که دستش نلرزیده بود. معمولا یه کاسه کوچولو می آورد برای هفت نفر. آره اون سری نونشم کمو بعد این سری نونشم نه آقا نه. چرا دفعه پیش دست اون دفعه چیزش یکم کم بود، خود حلیمه کم بود. برای فکر کنم همه چی کم بود. نه بیشتر از اینم تولد صدا میتونی بکنی یا همین دیگه فرزاد. میچرخه چی؟ ببین این پایه ها همش به مشکل. خب بود دوست داشتیم کمر دردم میگیره. ببین مجبوره اینجوری بشینه که با پایه یکی باشه. میخوام این اپیزود صاف بشینه. بیارش با بهتون ایراد گرفتن. نه خودم یه فیلمو دیدم دیدم یه کمی بد نشسته. من به تذکر دادم وسط اپیزود تو دیگه مثلا نسبت رفته بود دیگه، یا یه لم خاصی. ببین اون دو تا چیزا رو میتونی بذاری بغل دست دست روش. آره حالا نمیدونم من اونا رو نابود کردم. چیکارش می‌کردی؟ نیستن. می‌خوایم انداختی اون پوش. آره از موقعی که اومده خونه که تمیز بذارید، از موقعی که اومده خونه من، این دو تا برادر خونه منو به کثافت کشیدن. یعنی اصلا کاری نبوده اینا تو این خونه انجام ندن. آه داری به دور نگاه میکنی. یه سری میشه کنم. آره بگو. یه سری دوستام گفتن که ببین اینو همی بری میاری میدونم. آره یه سری دوستام گفتن که اون اپیزود قبلی که اومد از کجا میدونست اون فیلم بردارتون که تو میخوای اونو بگی داشت رو نگه زوم میکرد. کنم ها یه ادیت ساده بود. سمایل دیتکشن داشتیم. سمایل فکرده. آره آره دوستاتون عوض کنید، خیلی سریع این دوستا رو بذارید کنار. کارون شما چه خبر؟ من سلامتی. چی؟ گردن چرا درد میکنه؟ نمیدونم دیروز صبح خواب بیدار شدم متوجه شدم که گردنم تصمیم گرفته. کجا؟ اینجاش؟ آره راست. نه. همیشه حالت گرفتگی طور داره، الان درد اضافه بشه. من هم دارم. درست میشه. چرا هممون گردنمون درد میکنه؟ کولت سن. من هم دردم. شما سنده چون نه بگم فکر کنم من رو تو قدر بازیه، یعنی بهت قول میدم. آره. این یه کورلیشن 100% وجود داره. و من مطمئنم که اشتباه میشینم پشت سیستم. اینکه شک نکن آخه درست نشستنه واقعا سخته. از تو یه سوال پرسیدم ولی نمیتونم. همون گفتم پام مثلا باید کجا باشه. آره پات باید رو زمین باشه، دستات باید 90 درجه رو میز باشه، چشم رو میز؟ آره من میزم روز نه اصلا نه باید روی میز باشه. حالت میگه همه چی 90 درجه 90 درجه باید باشه. آقا چشت باید با بالای مانیتور الاین باشه. ببینم شرایطی میخواد که هیچ اتفاق نمیفته. الان گیمرها پای کامپیوتر یعنی میز هست یا میشنن رو مبل و تیوی؟ نه نه میزه. اونایی که جدی بازی میکنن هیچی رو تیوی بازی نمیکنن. جدی؟ دیگه همون شد که منم رفتم. چه ما رفتی دیگه سی. این بازی که من معرفی کردی و دانلود کردم خیلی حال میده. مادر وارفر دو تو هم داری بازی میکنی؟ یه بار بازی کردم. آره من اینو بچه بودم تموم کرده بودم، الان ولی تجدید خاطره است. میگفت مال 2009 بوده. آره ما دبیرستان بودیم اینو بازی کردم. من بازی نکردم. بهترین کال آف دیوتی. اولین چیزی بود که M&M مثلا روی اینترو سانگش خونده بود اینا. آره اون موقع که اومده بود خیلی معروف بود اون موقع. آره خدا اسم آهنگش هم یادم بیاد میگم. یه سری ها پرسیده بودن که اسم دکترت چیه؟ دکتر میری اینجا. همین دکتری که از بچگی یاد میکشه بیرون. از ونکوور پرسیدن؟ آره. جولی پال. جولی پا. JULIEPAUL. اوکی. جولی. خیلی عالی، بریم سر اپیزودمون. بریم. بریم. Thank you.
سلام، اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبانهای برنامه. در کنار من کارون نشسته. سلام. فرهاد و فرزاد مامان. سلام. سلام جونم براتون بگه که امروز اپیزود 239 ماست، درسته؟ آره. میخواییم با اپیزود کارون شروع بکنیم. قبلش یه چاق سلامتی بکنیم. همه ردیفید، مشکل ندارید؟ تو داری دارک هنوز نگاه میکنی، شبا تا دیر وقت میشینی سریال میبینی؟ ها ببین، کار عجیبی که میکنم اینه که قبل خواب اینو میبینم چند قسمت، تو بعد که میخوابم تا صبح این مغز من ادامه سریال رو میسازه، یه سری اکستنشن بهش اضافه میکنه. بعد یه وقتایی دیدی مثلا خوابی ولی چشتو وا میکنی نور و اینا رو میبینی؟ نه، شما اصلا تو خواب چشتون بود؟ من میخوابم من... بیدار میشم، هیچ اتفاقی میکنن احتمالاً دسر. من این نور نمیبینم. اگه نور میبینی 100% برو پیش پزشک. نه، نوری که از بیرون داره میاد تو اتاق، من خیلی وقتا بیدار میشم، مثلا ممکنه حرف بزنم، نمیدونم تکون بخورم و اینا. بعد یه وقتایی هم بیدار میشم نور رو میبینم، بعد اون نور رو یه جور دیگه تجسم میکنم، مثلا یه شکلی ممکنه ببینم. یه بار مثلا نور اتاق هم به شکل آقای محمد مصدق دیدم، اومده بودن تو اتاق، نمیدونم حالا چرا. بعد دیشب، آره دیشب دارک زیاد دیدم، بعد که خوابیدم مثلا بیدار شدم اون نور اتاق داشتم به شکل یه چیز دیگه میدیدم. و نمیخوای بگی بشه چیزی؟ یه اسپویل میشه ولی خاطره بگم. یه خاطره بگم، من میگی نور و اینا، من عادت همونطوری که همه میدونی گوشه بلک بری داشتم. من بلک بری موقعی که یه مدتی ازش میگذره چیزهای مختلفی شروع که از کار افتادن. حالا قبلا اینطوری بود که مثلا یه عدد بود دیگه روی سلیپ نمیرفت، همیشه این روشن بود. من شبی که میخوابیدم میزنمش به برق، کنار تختم میذاشتمش پایین تخت. بعد این یه عدد بود که از استرالیا من آمده بودم، یه خونه اجاره کرده بودم، مثلا 3 ماهی میخواستم بمونم و بعدم برم، یعنی به جاش به خونه هم زیاد آشنایی نداشتم. یه خانم محسنی هم طبقه بالای من زندگی میکرد، در واقع من از این خانم این پایین رو اجاره کرده بودم. به من نصف شب از خواب بیدار شدم، این نور صفحه روشن بود، بعد یه جوری تابیده بود روی چیز، روی دیواری که کنارش بود. من فکر کنم یکی بالا سرم وایستاده. ببین تو همون حالت خواب یه لگت زدم تو دیوار، دیوار رفت تو. نه یعنی پامو آوردم بالا، اصلا جلو صورتمو لگد زدم. بعد ترسیده بودم، بعد هر چی میزدم نمیرفت، بعد فهمیدم که نوره. تا خانم موقعی که لود کرد، آره یه چیزی تو همین مایه ها مثلا پنجره نوری چیزی بیاد، من قشنگ بیدار میشم، یه وقتی اونو میبینم و به خواب من اضافه میشه اون نوره، مثلا یه جای جدیدی میشه توی خواب. چه آدم ها، من پرهام از بدنم کم میشه موقعی که فرش چیزایی میبینم، هیچی بهم اضافه نمیشه، معمولا ازم کم میشه یه سری چیزایی. علی دارکو ببینید. ببین قبل از این فقط گیم آف ترونز بود که من اینجوری تحت تاثیر قرار دادم، سیزن اولش. ولی خب اون با یه هزینه خیلی وحشتناکی داشت اون کارو میکرد، اصلا تو تحت تاثیر اصلا فیلم برداری همه چی قرار. اینا اینجوری نیست، این با موبایل اونجوری... گرفتن؟ نه اونجوری جلوه ویژه نداره، اونجوری هزینه وحشتناک نشده. ولی خب شما میدید چون آلمانیا ساختن یه پیچیدگی خیلی قول میدم اگه استرالیا ساخته بود اصلا. ببین یه پیچیدگی خیلی جالبی بهش اضافه کردن که مغزتو درگیر میکنه. فرضا شما چی؟ چیکار میکنی این روزا؟ اصلا هیچی، یه اوستا بنایی داشتیم ما با هم دیگه. آره چند شب پیش ما اومد خونه ما و بالکونو درست کرد واسه همون. خلاصه چه کردیتو کامل داری برای خود مال میده؟ تموم نشده بودم. فرهاد با یکی از بچه ها دیگه برای ما چیز گرفتن، کفپوش های چوبی باحال. بعد یه بالکن رو ایمان اومد و فرهاد هم اومد و با یه دونه گوشکوب به این نیاز داشت از این چکش پلاستیکی ها که سرش پلاستیکی بزنیم مثلا بره تو داشته باشه، نداشتیم، برای همین از گوشکوب استفاده کردیم. چسبونید به زبه یا نه؟ نه اینا چف میشد مثل آره لوگو میره تو هم دیگه. نه نچسبونیم. آره ولی اوستا بنایی کار میکردیم، مثلا گفتم پسر جان بنداز و من نخ می‌زدم شده بود. این چیزه چی بود بهش میگفتن؟ استانبولی اینا نداشتیم. نه نه متاسفانه استانبولی نداشتیم، ولی 3 نفر رفته بودیم داشتیم یه بالکن رو هم دیگه انجام میدادیم و خیلی سر صدا کردیم. دیرم شاید 10 بود، کار درستی نبود. شما چه خبر؟ هیچ واقعا مثلا اتفاق خاصی نیفتاد تو خونه، هیچ اتفاق خاصی هم برات نمیافته؟ دقیقه
یه ذره تیکون بدید خودتون. خیلی خب بریم سر اینو بگم نه دیگه بریم سر اپیزود. بریم بریم. چی داری برامون؟ میخوایی درمون چی برامون صحبت بکنیم؟ آره این قسمت یه ذره باید با ما همکاری کنید. اون که شروع کرد فرهاد اصلا همکاریاش با من شروع کرد. میریم میریم. آره این یه ذره برمیگرده به در واقع سوالاتی که ما توی قسمت قبلی مطرح کردیم راجع به حالا این که خودمون کی هستیم و این تصوری که از در واقع موجودیت خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم و درکی که از دنیای بیرون داریم. اینا یه سری سوالات ما قسمت قبل مطرح کردیم. اینا همه چیزای ذهن منه در واقع. چیزای ذهنته؟ چی میگن؟ زاده ذهن نه نه زاده ذهن من نه. این مسائلی که ذهن من درگیر کرده الان از یه از دو بود میخواییم واردش بشیم. همکاری کنید، قیافاتون اونجوری نکنید. بودم داریم. آره یکیش اینه که این که ما واقعا کی هستیمه که قبلا پرسیده بودیم. دومیش اینه که حالا هر چیزی هم که باشیم چقدر توی بودن اون چیز ما اختیار داریم. اون قسمت اول که راجع به خودآگاه و در واقع اون که ما واقعا کی هستیم راجع به خودآگاه و ناخودآگاه قسمت قبل صحبت کردیم. امروز یه ذره میخوایم وارد بحث این بشیم که در واقع این درک و تصوری که از موجودیت خودمون داریم چه جوری شکل میگیره. خب این یه مقدار برمیگرده به سریال وست‌ورلدی که من یه مدت میدیدم. خب این ذهنیت اونجا برام، این سوال اونجا برام ایجاد شد. این که حالا چقدر اختیار داریم توی همین چیز، توی بودن همین چیزی که الان هستیم، یعنی هر چیزی که باشیم چقدر اختیار داریم توی بودنش. اینجا یه مقدار وارد بحث جبر و اختیار میشیم، ولی نه خیلی عمیق. جبر و اختیار یه بحث خیلی پیچیده و خیلی گسترده ایه که ما اونجوری نمیخوایم وارد بشیم، ولی یه اشاراتی بهش میکنیم. این بخش دوم که چقدر اختیار داریم، عین دیدن سریال دارک به ذهن من رسید. در واقع این سوالش برام ایجاد شد. در واقع چقدر سوال برات ایجاد میشه؟ یعنی مثلا ببین برودی که فیزیوتراپی سوال ایجاد میشه، چه آره. میخوان بهتون ترینینگ بدن سوال ایجاد میشه، یعنی مملو از سوالی. مملو. آره یه تتاک هست به اسم خیلی باله Your brain hallucinates your conscious reality. بله یعنی معنیش میشه که مغز شما اون واقعیت خودآگاهی که شما تجسم میکنید رو در واقع با توهم ایجاد کرده. یعنی شما متوهم میشید و اون آگاهی و اون واقعیت رو تجسم میکنید. بله. تیتاک جالبید اگه دوست داشتید نگاه کنید. یه جایش صحبت میکنه، ما قبلا خب راجع به موضوع صحبت کردیم، میگه که مغز ما که نور رو که نمیبینه، خب صدا رو هم که خود مغز که نمیشنوه، ابزارش رو نداره، چیزی رو هم که لمس نمیکنه یا نمیچشه. درسته. خب خودش به تنهایی، یعنی ابزار دیگه که این کارو میکنه. آره خود مغز هیچ کدوم از این امکاناتو نداره دیگه، ولی تمام کنترل ما از طریق مغز داره انجام میشه. مغز داره کل بدن رو کنترل میکنه. تنها چیزی که به مغز میرسه یه سری بهش میگن سنسوری اینفورمیشن، یعنی حالا سنسور چشم ماه، پوست دست ماه، گوش ماه، نمیدونم زبان ماه، اینا به عنوان سنسور عمل میکنن. یه سری داده از محیط بیرون میگیرن، اینا رو سیگنال میکنن، میفرستن به مغز. یعنی خود مغز به خودی خود هیچ کدوم این کار رو انجام نمیبینه، نمیشنوه، فقط داره بهش یه سری سیگنال میرسه، پردازش میکنه. حالا این سیگنال های الکتریکی که به مغز میرسه، توی این تتاک میگه که اون درک یا در واقع پرسپشنی که ما از دنیای بیرون و درون خودمون داریم، اصطلاحا بهش میگه یه بست گسه. یعنی مغز تمام تلاشش رو میکنه که بهترین حدسش رو بزنه که این سیگنال هایی که میرسه بهش رو یه جوری بازسازی بکنه و تصور بکنه دنیای بیرون رو. خب مثلا مثال میزنم، من الان اینجا نشستم دارم فرهاد و فرزاد رو روی مبل میبینم. خب این چیزی که الان من دارم میبینم تصوریه که مغز من در واقع بهترین تلاشش رو کرده، حدس داره میزنه که این سیگنال هایی که از چشم من داره میرسه چی میتونه، چجوری میتونه بازسازیش بکنه. یا شما که صحبت میکنید
تمام تلاششو میکنه که اون سیگنالی که از طریق گوش به مغز میرسه رو یه جوری در واقع تجسم بکنه که اون صدا چطور ممکنه باشه. خب این خیلی جالبه. بعد ادامه میده ایشون توی تد تاک، میگه که حالا ما میتونیم دو تا در واقع از دو منظر به این قضیه نگاه کنیم، اتفاقاتی که توی مغز میفته. اولیش هالوسینیشن یا همون توهم و اینها رو میاد چی تعریف میکنه؟ بهش میگه که uncontrolled perception، یعنی اون درکی که ما روش کنترلی نداریم. خب وقتی که ما توهم میزنیم، مثلا همون که توهم میزنه اینا رو بهتر میدونن، مثلا اون خوابایی که چون ایمان میبینه، خوابی که من میبینم فلان، ما یه درکی رو مغزمون داره میکنه، یه در واقع یه شرایطی رو مغز ایجاد کرده، توی یه داستانی قرار گرفته که این آن کنترلده، یعنی ما روش کنترلی نداریم، خود به خود ایجاد شد. یا حالا کسایی که حالا مواد مخدر ممکنه بزنن و برن تو حالت توهم، یه در واقع درکیه که روش کنترلی نیست. خب این تعریف اول راجع به هالوسینیشن. حالا خود پرسپشن رو میاد تعریف میکنه، میگه با همین تعریف ما به همین طریق میتونیم پرسپشن رو controlled hallucination در نظر بگیریم. یعنی درک رو میاد توهم کنترل شده تعریف میکنه. این خیلی جالبه، اینو هیچ وقت بهش اینجوری نگاه نمی کنیم. یعنی این تمام این چیزایی که ما داریم میبینیم، چون مغز که اینا رو نمیبینه، که مغز که خودش هیچ ابزاری نداره که توی این شرایط باشه، این سیگنال رو گرفته یه جوری ترجمه کرده، best guessش این رو میتونیم ما بهش بگیم controlled hallucination. درست. آره. یه سکوت هیئتی عجیبی اینجا. آره این تا اینجا خوبه، قبوله، توهم کنترل شده. درسته. درک ما از دنیای بیرون رو میاد به شکل به عنوان توهم کنترل شده تعریف میکنه توی این تتاک. این توهمه حالتی که همه به صورت میانگین قبولش هم دارن، یعنی اگه تو از من این توهمو داری که من اینطوری نشستم، منم به تو میگم که آقا میتونم با تو کانفرم کنم که آقا آره منم تو همین حالته هستم. دیدی خودت این تتاکر رو؟ نه. به این اشاره میکنه، خیلی جالب، میگه ریالیتی توهماتیه که ما همه روش اتفاق نظر داریم. آره دیگه. این همون چیزی که تو داری میگی، ما هممون داریم توهم میزنیم. اگه همه روی اون توهم اتفاق نظر داشته باشیم، اون میشه واقعیت. این یه دور راجع به دروغ گفتن یا تو صحبت کردیم، گفتیم دروغ گفتن هم یه کار مشارکتیه. اگه فرد دروغگو رو هیچکی باور نکنه که خب در نطفه خفه میشه. وقتی دروغ معنا پیدا میکنه که یه سری آدم همزمان بهش باور پیدا کنن، این هم همین میشه واقعیت، میشه توهماتی که ما همه روش اتفاق نظر داریم. این چیزی که ایمان گفت نمیدونی دیگه، اون قضیه همون آزمایش ذهنی از فکری از ساعت اکسپریمنت هست که میگه که تنها راه ارتباط ما با دنیای بیرون همین مغزمونه، ولی من هیچ وقت نمیتونم بفهمم چیزی که من دارم درک میکنم از بیرون همون چیزی که فرزاد داره درک میکنه. هیچ وقت ما اینو نمیفهمیم، شاید اون اصلا داره یه جور دیگه میبینه. مثلا شما مثلا منو اسب میبینه. آره، ولی مثلا تو ذهنش اسب تعریف شده ایمان، ولی ایمانو که تو طبیعت میبینه که ما اونو به شکل اسب میبینیم، اون داره ایمان میبینه. نمیدونیم، اینا رو هیچ وقت هم نمیتونیم بفهمیم. پس تا اینجا رو بهش رسیدیم دیگه. در واقع درک ما میشه یه توهم کنترل شده. حالا اون سوالی که تو با دیدن سریال وست‌ورلد برام مطرح شد این بود که حالا اونایی که ندیدن من اسپویلش نمی‌کنم، ولی کل داستان اینه که یه پارکی رو درست کردن که توش یه سری ربات هست و این ربات‌ها هوش مصنوعی ان، یعنی انسان واقعی نیستن، ولی خیلی به انسان شبیه هم دیگه. خیلی آره، خیلی داستان اینه که اون ربات ها که اون تو هن فکر نمی کنن ربات هن، اون ربات ها فکر می کنن واقعا انسان هن و دارن توی اونجا زندگی می کنن. خب اینجا وارد مباحث حالا کانشسنس و آگاهی و اینا میشه. حالا داستان اینه که اگه بتونی مغز اونا رو براشون توهم کنترل شده ایجاد کنی، اونا این تصور براشون ایجاد میشه دیگه، همشون اتفاق نظر پیدا میکنن روی این که این دنیای واقعیه و ماها همه موجودیت داریم، ماها ربات نیستیم. خب آره، اینجوری بشن فکر نکرده بودم. آره بعد
یه کار خیلی جالب دیگه هم که میکنن، میان توی ذهن اینا یه سری صدا ایجاد میکنن، سازندهشون توی ذهن این ربات ها باشون صحبت میکنه، میشه کانشسنسشون دیگه، این میشه کانشسنسشون، آگاهیشون، و در واقع اون صدا رو به عنوان خدا در نظر میگیرن. خب حالا به این فکر کنیم که از کجا میدونیم این خود ماها نیستیم. آره وقتی هم من سریالو که ندیدم، فکر کنم سیزن اولش هم تمام نکردم، ولی دقیقا به همین فکر تا میبینی سریالا اینطوری که خود ما چی مزنم، ما میتونیم همه اینا همین باش، ما هم میتونیم همین باشیم، چون دقیقا اون پارکه چوبی ها چیز دارم بازش کنم بشینشون بدم از سیه نیستی خواهد بازش هم بکنی نشونم بدی مثلا رگ داره و اینا، باز ممکنه به مغزش این سیگنال میرسه که اینا رگه، چون دقیقا طراحی میشه که یه سه چیزا متوجه نشه. نه من خودم که میتونم ببینم چیه داستان، تو هم ممکنه به ذهن تو این سیگنال برسه، نه این چاقوه رو میخواد بزنه، من میخوام بزنم بازش کنم، شما اجازه بده حالا تو کورت یه بردم این کلیپو. بعد اون قسمت مغز در شیشه هم که صحبت کردیم، دقیقاً با اون خیلی راحت همه اینا رو میشه توجیه کرد دیگه، که این سیگنال ها همین ایمان میخواد کارت بزنه، اینا کامپیوتر میتونه سیمولیت کنه، خیلی هماهنگ شده، تو که به اون کارت میزنی به ذهن تو مثلا خون نشون بده، آره خون و رگ و اینا رو نشون بده، به ذهن خون و خونابه به ذهن فرزاد هم همین، و ما هیچ راهی نداریم که اینا رو بفهمیم. یاد صحبت آقای علاقه قمشه افتادم، یعنی از گاهی میزنه به جاهای مختلف. خب بعد ایشون توی تتاک میگم ما همیشه در حال توهم زدن هستیم و درک ما از خودمون هم همون توهم کنترل شده است، این یعنی ما میتونیم اون سوالی که واقعا ما کی هستیم و دیگه توهم کنترل شده یه که مغز ما داره ایجاد میکنه. حالا جوانگ جو رو میشناسید؟ بله همه میشناسید. من نمیشناسم. آقای چینی هستن، فیلسوف چینی که اون داستان معروفش رو شنیدید همه دیگه، که یه زمانی ایشون میاد تصور میکنه که پروانه است. خب من اینو نشیدم. تا چی شنیدی ازش؟ تو از تابیشو شنیده بود پیادمی بگو. میگه که میاد تصور میکنه که پروانه است و توی اون پروانه بودنش هم خیلی خوشحاله، خواب میبینه مثلا فرض کنید، خیلی هم خوشحاله و اصلا خوشحالیش تعریف میشه توی این پروانه بودن و گشت و گذار و اینا. خب کسایی که الان دارم میشنم صدای اگه آجیر میشنوید، اینجا من خونم کنار چیزه، یه جنگل ایسکا آتش نشانیه، اگر که اتفاق خاصی بیفته این بنده خدا اعزام میشن، الان اعزام شدن. خب بعد دیگه میگه که به خودش آگاه نبوده، بیدار میشه، اون موقع دوباره به خودش آگاه میشه. خیلی اینجا چاله میگه دیگه نمیدونستم که پروانه ایم که الان دارم اون وقت توهم میزنم که انسانم، یا انسانی ام که توهم زده بودم پروانه. آره نه نمیدونست که انسانیه که یه بار مثلا خواب دید که پروانه است، یا پروانه ایه که الان داره توهم میزنه، الان داره توهم خواب میبینه که انسانه. خب آخه یکم جا فکرم داره دیگه، بگو ببینم اینکه این چه شکلی فهمیده که خواب دیده، جا کار داره اصلا، جا کار داره جا کار داری. بعد اون نوع اکسپریانس آدم بودنش رو با نوع اکسپریانس پروانه بودنش نمیتونه مقایسه بکنه، ببینه مثلا مدت زمانی که انسان مدت بوده، مدت زمانه رو نمیدونی دیگه، فکر کنی داری توهم میزنی، تو فرسو و خواب پاشی فکر کنی همه اینا مثلا ببینی 7 سالته. خب نه من مشی این که مثلا همه اون بهش چیز نبوده، این خوابو نمیدیده که یک شب مثلا وسط 50 سالگی این خوابو دیده. خب باشه، ولی از اون شب به بعد میتونه سوال کنه از خودش که شاید همیشه پروانه است و همه این 50 سالو داره خواب میبینه که انسانه. یعنی اون خیلی با تمرین به خودش، چون نمیتونه همینطوری بگی من یه پروانه ام، ذهن یه پرنده نمیذاره. ببین تو فرض کن داری خواب میبینی، خب یک از خوابای عجیب تو بگو. خیلی عجیب میخوایم بدونی؟ سایبریه رو بگو. خواب دیدم که همه فامیلون مردن، توی نشکشی خودم دو شرکت داشتم میکردم. خب ببین این توی اون لحظه که اون خوابو داره میبینه، رمان بنویس
که آگاه نیستش که الان ایمان رو تخت خونش خوابیده که آه فهمیدم. اون ورش هم نگاه کنی الانی که اینجا نشسته بازم نمیدونه، شاید تو خوابه. همیشه آره واقعیتش اینه که من خیلی به این از سر شاید حماقت به این فکر میکردم که نکنم مثلا ما یهو بیدار شیم ببینیم واقعا یه بچه 7 ساله ایم تمام این مدت رو مثلا یه خواب عجیب دیدم. خب میشه از لحاظ، من میدونم از لحاظ شدنی که میشه شیشه. اینا همش کش نشه دیگه، شدنیه. بعد حالا نگاه کن بذار من یه چیزی بگم. بعد روز 24 ساعته، ما 8 ساعتش مثلا میخوابیم، 8 ساعتش هم داریم کار میکنیم، 8 ساعتش هم داریم کار دیگه ای میکنیم. خب چه تفریح اون کار، اون زمانی که داری کار میکنی که پول در بیاری که بذاری کنار، اون 8 ساعت بقیه شما بازی میکنی ورزش میکنی فلان، یعنی اون زمانی که برای خودت داری نصف میشه، نصفشو خوابی نصفشو داری یه سری کار دیگه ای میکنی. زندگی اونیه که خوابی یا اینیه که داری کار دیگه میکنی؟ خب تو اونی که داری کار دیگه میکنی. خب چرا؟ خب شاید میتونه اون باشه دیگه، میتونه اونه که خواب باشی باشه. میتونم خودم انتخاب کنم دیگه، ترجیح میدم که اونی باشه که دارم کار دیگه میکنم. آره ترجیح آدم چیز هست. نه بعضی اصلا ما فامیل داریم که ترجیح میدن خوابه باشه. اصلا واقعا همینه. فرض کن چه میدونم اون کسی که تو شرط سخت زندگی میکنه ممکنه بخوابه یه خواب خوب ببینه. بله. کسی که تو بهترین شرایط زندگی میکنه ممکنه بخوابه و خواب بد ببینه. بله. حالا کدومشو باید زجر بکشیم، کدومش فشار زیادی به ما میاره؟ یه چیزی فکر کنم فرهاد میخواست بگه، معرفتو بریدم. نه اینو که ما میگیم، خب ما که نمیدونیم، خب برای ما میمیریم دیگه، حالا چه واقعی باشه چه غیر واقعی، ولی اگه رو خودمون رو شخص خودمون مثال بزنیم، برای ما یه روزی فوت میشیم، آیا اون فوت شدنم و رفتنم امکان داره بازم جزوی از این خوابه باشه یا نه؟ دیگه دیگه وقتی که فوت میشیم وقتی میمیری سیگنال های مغز قطع میکنن، دکمت میزنن. اوکی. اینا جواب نداره، اینا رو میتونیم نه آره دارم بهش فکر میکنم، یعنی مغزمون رو انترتین کنیم باش، سرگرم کنیم. خیلی انترتین میشه مغز اینطوری. بله قدم از قدم نمیشه برداشت با این شرایط بعد... زندگی نمیشه که بله. حال کسی هم نمیشه پرسید. سوالی که مطرح میشه اینه که مغز ما داره فکر میکنه مثلا، حالا انگلیسی being a body or having a body، یعنی ما کلن این بدنه ایم یا ما این مغزه ایم که یه بدن داره. خب یه آزمایش خیلی باحال انجام احتمالا دیدی. آزمایش هر اینه که فرض که من اینجا نشستم، دست راستم اینجاه، اینجا مثلا یه پرده یه، دست چپم رو من گذاشتم اینجا، به کسی که نمیبینن من دست راستم رو میزه، یه پرده وسط باشه، دست چپم سمت چپ پرده باشه، یه دست مصنوعی رو هر دست به دو طرف پرده داری. آره. بعد یه دست مصنوعی رو میذارن جلو چشتو کنار دست راستت، یعنی سمت راست پرده. خب فرض کنید ایمان میشینه جلوی من، دوتا مثلا چون خودکار میگیره دستش، شروع میکنه روی دست چپ من و این دست مصنوعی همجور خودکارو کشیدن. هی خب خب بعد فرهاد چون آدم شوخ طبیعه یه ها از دور میاد مثلا با یه چاقو حمله میکنه به دست مصنوعی. این آزمایشی که انجام دادن فیلمشو برید ببینید، کسی که یعنی من ناخودآگاه دست چپمو میکشم، هر کسی با چاقو هم به حمله کنه دست راستو نمیکشی، دست راست رو میزه به اون دستی که حمله شده، دست مصنوعی. حالا دلیلش اینه، دلیلش اینه که صرف این که اون دسته توی مکانی قرار گرفته که میتونه دست واقعی تو اونجا باشه، مغز این برداشت رو میکنه که این دست توه. برای همین وقتی فرهاد حمله میکنه من دست چپمو میکشم، دستی که مثلا دست مصنوعی ناخودآگاه. بله این همینو نشون میده دیگه که مغز یه تصور، یه توهم کنترل شده داره از شما و اینکه حالا خودش بدنه یا یه بدنی داره. این بست گس مغزه، تمام تلاشش چی میکنه یه حدس مناسبی بزنه ولی ممکنه واقعیت نباشه. این آزمایش داره این رو نشون میده. خب این تحت تاثیر شرایط آزمایش مغز این
درک رو برای خودش ایجاد کرد که این دست مصنوعی دست منه، پس فرهاد که حمله کرد من باید خودم رو نجات بدم، دست چپش رو کشید. بعد خدایا این تا اینجاش منم صاف بشه. این تا اینجاش مربوط بود به همون سال اول که ما کی هستیم. خب درست که گفتیم که در واقع ما میتونیم یه سری توهمات کنترل شده باشیم که متجسم میشه این محیط و این جسم و همه اینا رو. بخش دوم اینه که ما چقدر اختیار داریم توی حالا هم بودن همین چیزی که فکر میکنیم هستیم. اینو همون سریال دارکو که داشتم میدیدم، همون بحث جبر و اختیاره که ما چقدر مثلا اختیار داریم کارامون رو انجام بدیم و اینا. خب باور همه ما اینه که ما اختیار داریم شاید. یعنی من انتخاب میکنم که از بین حالا این گزینه‌هایی که تو ذهن منه، من اینو انتخاب کنم و این کار رو انجام بدم الان. خب حالا سوالی که برام مطرح شد این بود که اگه اون گزینه‌هایی که توی ذهن من مطرح میشه از یه جای دیگه بیاد، آیا ما همچنان میتونم بگم من اختیار دارم؟ خیر. دنبال جواب خیر بود. بله. نه، دنبال جواب نیستم، ولی جوابش خیره. بله. اگه اون مجموعه کارهایی که من میتونم الان انجام بدم فرض کنید از یه جا دیگه اومد، داده ها دا اصلا یکی دیگه داره طراحی میکنه و بهت میده. چون قسمت قبل گفتیم دیگه، گفتیم که ناخودآگاه ما این فکر رو توی ذهن ما میذاره، ما که اصلا دخیل نیستیم که توی اون در واقع پروسه به وجود آوردن اون فکر ها. اگه مجموعه اون کارهایی که من میتونم انجام بدم از بیرون به من داده شده باشه، آیا همچنان من میتونم بگم که من مختارم دارم این کار رو انجام میدم یا جبرم دخیل بوده توش؟ یه میکسی دیگه از اینی که گرفتی داری بر اساس توانایی یا فرها دورش جمله رو گفت نمیدونه چیزی تمامش کنه. آخه من حس میکنم یه لوپیه که ما که الان فعلا نه تکنولوژی نه هیچی نمیدونیم یا نمیتونیم تو افتادی توش دست پیدا کنیم به اون که اینو آیا کسی این داده ها رو داره به ما میده یا داده ها رو. برای همین اینی که جواب هست نه اصلا دنبال جواب نیستیم، دنبال فکر کنیم، حال کنیم، حال بکنیم، به این چیزا فکر کنیم. چرا الان موقع زدا فیتیلفیس شدیم شد. یا صرف سر زانو هم دارم یه جوری میشم اینا با حال دیگه آدم به این چیزا فکر کنه. آره بعد یه فیلسوف معاصر فرانسوی آلمانی ما داریم به اسم بارون هولباک. بله اینا میشناسی. خیلی تلفظ اسپل اسمشون عجیبه. هولباک بود DHOLBACH می نویسن. بله ایشون خیلی به جبرگرایی مطلق اعتقاد داشته، میگه که ما در انجام هیچ کدوم از اعمال خودمون کاملا آزاد نیستیم. درسته. هر چیزی که الان اتفاق میفته نتیجه زنجیره ای از اتفاقاتیه که قدیم افتاده. خب یه طرز فکر هست، ریداکشنیزم، فارسیشو میگن تقلیل گرایی یا فروکاست گرایی، که چی میگه؟ میگه تمام بخشای جهان از جمله چیزایی که ما تجربه میکنیم اگه بریم ریشه اصلیشون رو پیدا کنیم ختم میشه به یه سری چیزای ساده تر. مفهوم ریداکشن دیگه، فعل ریداکشن حالا توی انگلیسی یعنی از یه چیز بزرگ که اینو کوچیک‌تر کنی بیای برسی به چیزای ساده تر. دکارت هم به این اشاره میکنه، میگه که رفتار پیچیده پدیده‌ها رو شما میتونید با تجزیه کردن اونا رسیدن به چیزای ساده توجیه کنید. خب درست. و این حالا همین فیلسوف فرانسوی اینجوری میگه، میگه هیچ کدوم از اعمالی که ما انجام میدیم ما آزاد نیستیم توش، اینا همش برمیگرده به یه سری دلایل دیگه، یعنی اختیار رو داره از ما میگیره، مثل اون مجموعه فکرایی که برای ما آماده شده توی ذهنمون، حالا ما یکیش هم انتخاب کردیم از بین 4 تا، ما مختار نبودیم توی به وجود آوردن اون 4 تا، ممکنه یکی از اونا رو خودمون انتخاب کنیم ولی اونجا رو مختار نبودیم. بعد حالا ما تصور میکنیم که مغز ما ممکنه تصمیمات آزادانه بگیره، فکر هم میکنیم که این تصمیمات از ذهن از بیرون نشأت نگرفته، همش از درون میاد. میاد یه چرخه رو معرفی میکنه، میگه که منتال استیت ما یعنی اون وضعیت ذهنی که ما داریم در واقع همون برین
استیت ماست، یعنی وضعیت مغز ماه. بله. و اون از بیولوژیکال استیت ما نشأت میگیره، یعنی از حالا شرایط زیستی ما نشأت میگیره، که شرایط زیستی خودش از فیزیکال استیت نشأت میگیره، یعنی از ما از منتال، از وضعیت ذهنی شروع کردیم رسیدیم به فیزیکال. و میگه که و دنیای فیزیکال هم دترمینستیکه، دترمینستیک یعنی دترمینیزم حتمیه. یعنی توی فیزیک شما یه سنگ رو از اینجا پرت کنی، جاذبه هست، این قطعا میره میخوره زمین. از وضعیت ذهنی، افکار ذهنمون شروع کردیم رسیدیم به حتمی بودن فیزیک جسم، پس اختیاری توش نبود، دترمینستیک بود، حتمی بود، جبر توش بود. خب این یه طرز تفکره. و اصلا جایی برای خواست کاملا آزاد ما نبود دیگه توی این چرخه که من براتون گفتم. میان یه در واقع یه تصاویر رو مطرح میکنن، یه معادله طور، میگه باورها، بیلیف، به علاوه دیزایر یا حالا میل و خواسته ما، به علاوه تمپرمنت یا حالا طبیعت، سرشت ما، میشه اکشن ما. من با مثال براتون میزنم، مثال براتون میزنم راحت تر باشه فهمیدنش. آره لطفا. باورها، فرض کنید یه آدمی مسلمونه، میل یا خواستش چیه؟ میخواد مثلا تجربه جنسی زیاد داشته باشه. طبیعت یا سرشتش چی میخواد ازش؟ غریزه جنسی دارن همه موجودات زنده دیگه. بله. خب اکشنی که انجام میده چیه؟ چند همسری، چون باورش بهش این اجازه رو میده، خواستش هم اینه که تجربه زیاد داشته باشه، غریزه جنسیش هم همسوه، اکشن شد چند همسری. کسی که بخواد همزمان با چند مختار بود توی این اکشن، این اکشن بر مبنای یه سری عوامل، سه تا عامل دیگه داره گرفته میشه، باورش، خواستش و حالا سرشت و طبیعتش. یه مثال دیگه، حالا یکی ممکنه به مینیمالیزم باور داشته باشه، میل و خواستش چیه؟ اینه که زندگی بدون وابستگی داشته باشه، زندگی ساده. طبیعت یا سرشتش چیه؟ که آزاد، تجربه آزادی، تجربه رهایی. خب مثلا نگران ماشینش نباشه، نگران فلانش نباشه. خب اکشن چی میشه؟ اکشن میشه دورش شلوغ نمیکنه، خیلی خلوت سعی میکنه زندگی کنه. ببینید پس شد باورش، میل و خواستش و طبیعت و سرش باعث میشه اکشن ما به وجود بیاد. حالا جبرگرای افراطی چی میگه؟ میگه که ما دقیقاً ممکنه نتونیم بفهمیم که چه عواملی باعث شده که ما یه کاری رو انجام بدیم، ولی در تئوری میتونیم به یه مجموعه از عوامل برسیم اگه به تمام این سه تا عاملی که گفتم، باورها، خواسته و طبیعت و سرشتمون، آگاهی داشته باشیم. خب ایمان توی اون قسمت قبلی که ما راجع به ناخودآگاه خودآگاه صحبت می‌کردیم و فکرایی که به ذهن ما میرسه، سوالی پرسیدی که مثلا این فکر چه جوری اومد رسید به ذهن من. این سه تا عامل رو بدونیم توی افرادگر، جبرگرایی افراطی میگه که اگه ما به سه تا این، به تمام در واقع گزینه‌های این سه تا عامل آگاه باشیم، تو میتونی جواب سوالتو بدی که چرا یه باوری داشتی، یه خواسته ای داشتی، سرشت و طبیعتت هم بوده اون فکره. خیلی سرشت و طبیعت عجیبی دارم پس. خب آره، بعد اینا دیگه پا رو فراتر میذارن دیگه توی این جبرگرای افراطی. میگه که اگه حتی شنیدن، مثلا شما با شنیدن این اپیزود ما مثلا خشمگین شدید، مثلا خوشحال شدید، شاید حوصله‌ات سر رفت، میگه حتی توی این تجربه، این احساسات هم شما مختار نیستی، این جبر توشه. خب حالا یه سوال پرسم، حالا که چی؟ یعنی طرف بفهمه که حالا هیچ اصلا مختار نیست، چه کمکی میکنه به زندگی ما؟ گفتی یه الزامن فکر کنم دنبال این نباشیم یه جواب بگیریم. نه من دنبال جواب نیستم که چرا هستیم، یعنی من میگم کمکش به زندگی آدم عادی چیه، دونستن این که حالا مختاره یا مختار نیست. ببین کمک، لزوما ما هر کاری برای کمک کردن نمی کنیم. خب ما یه وقتایی یه حس رضایتی به ما دست میده از فهم، از درک. و درک و فهم لزوما کمک نمی کنه، هیچ باعث آزار هم ممکنه میشه. بشه
ما همه دارم میگم، یعنی بعضی مثلا وقتی خیلی روی این پا فشاری میکنن که ما هیچ کنترلی رو زندگیمون نداریم، به یه پوچی عجیبی میرسن و دست به کارهایی میزنن که شاید درست هم نباشه. اون هست، اون ور قضیهش هم هست، اون وقتایی که ما فکر میکنیم دیگه ما خیلی مهمیم توی دنیا و خیلی دیگه من میتونم همه چیزو کنترل کنم و مثلا اصلا دنیا حول من میچرخه، آدم هم میتونه به این مسائل فکر کنه و بدونی که در این حال امکان داره هیچی هم نباشه. آره با. اینا در واقع میگم دیگه، اون یه وقتایی فهم و درک خودش یه حس رضایت به تو میده، هرچند ممکنه به شما زجرم بده، ممکنه باعث بشه شما در واقع سختی بکشی، آزار ببینی، چون هم یه اتفاقی ممکنه برات افتاده باشه، یکی مثلا در حق شما یه بدی کرده باشه، نمیدونی چرا. بعد اینکه میفهمی که چرا اون کارو کرده، ممکنه یه رضایتی به تو دست بده، هرچند باز ناراحت تر بشی که چرا اون کار رو کرده، ولی اون فهم خودش به تو کمک میکنه. خب حالا این مسائل هم ممکنه اصلا آدم بهش فکر نکنه، براش دغدغه هم نشه، ولی به همین که آدم به این چیزا فکر کنه، به نظر من خودش در واقع میتونه ارزشمند باشه دیگه، داری به یه بعد زندگیت یه مدل دیگه ای نگاه میکنی، شاید حالا به شناخت بهتر خود ما منتهی بشه. مثلا خود من اون مسئله راجع به ناخودآگاه و نمیدونم خودآگاه و اون 50 بیت و 11 میلیون بیت که میخوندم، تأثیری که برای من داشت این بود که حالا از اونجا به بعد اون فکرایی هم که اومد به ذهن من رسید و من در لحظه دلیل منطقی براش نداشتم، شروع کردم بیشتر به اونا اعتنا کردن، در صورتی که تو قبل اینکه اون مطالب رو من بخونم، من اینجوری بودم که اینکه حالا مثلا بی‌منطق تو ذهن من ایجاد شده، اینکه مثلا ممکنه بر اساس احساس باشه، یه هورمونی بالا پایین شد مثلا، میدونی؟ آره. برای من اینجوری بود که نه، همه چیز خب باید دلیل منطقی باشه. آره، یعنی یه نتیجه گیری منطقی از یه سری حالا یه سلسله اتفاقات گذشته باشه، ولی یه وقتایی میبینیم که بعد اون من فهمیدم که خب این همه توان پردازشی که مغز ما داره، ممکنه که به صورت حالا خودکار در پس زمینه ذهن من یه پروسسی ران شده باشه، اون نتیجه رو گرفته باشه بر اساس تمام داده هایی که اون 11 میلیون بیت داده ای که از حواس دیگه به مغز من رسیده و خروجی شده اون حسی که من اون لحظه داشتم، من شاید بتونم بهش اعتنا کنم. خب دو قبل اون برای من این نبود دیگه، برای من این چون میگه که اصلا آدم با بذارتش کنار. اوکی درست، سلامت باشید، تمام شدید که همین الان به فکر رو رفتیم. در واقع یه حالت جمع‌بندی طور بود از چند تا قسمت قبلی که از شروع این فصل رفتیم، نگاه کردیم به این که ما در واقع کی هستیم. خب در ادامه حالا اون ناخودآگاه خودآگاه این بود که تصور و تجسم مغز ما از دنیای بیرون و شخص خود ما میتونه یه توهم کنترل شده باشه، با این تعریف که چون خود مغز قابلیت دیدن، شنیدن، لمس کردن، نمیدونم مزه اینا رو نداره، اینا فقط یه سری سیگنالی که بهش رسیده، این میاد این سیگنال ها رو با بهترین حالتی که میتونه میاد بازسازی میکنه، یه تصور، یه تجسم از محیط بیرون برای ما ایجاد میکنه. این شد میتونه حالا یه جوابی باشه به این سوال که ما کی هستیم، اون تصور ذهن ما اینه. و دومیش اینه که حالا همینی هم که هستیم، چقدر توی بودن این ما اختیار داریم. صحبتش رو زیاد کردیم تو پادکست که بالاخره این جایگاهی که ما الان هستیم، این وابسته بوده به یک سری اتفاقات و تجربیاتی که ما تو طول زندگیمون داشتیم، از لحظه که به دنیا اومدیم تا رسیده به الان، و اینو جلوتر بردیم، دیدیم که خب اون سه تا قضیه باور، خواسته و حالا طبیعت و سرش، اون میتونه نمیگیم جواب قطعی، میتونه در واقع روشن کنه که این اکشن، این تصمیمات، این کارهایی که تصمیماتی که گرفتیم، کارهایی که انجام دادیم بر چه اساسی بوده. و لزوماً ما مختار کامل نیستیم، خیلی عوامل جانبی دیگه وجود داره که روی تصمیمی که میگیریم میتونه اثر بذاره. آره. ولی
ناامید نشید اگه که فکر واقعا اینطوری نیست که هیچ آدم من اینطوری فکر میکنم که اینطوری نیست که هیچ تصمیمی خودمون نتونیم بگیریم همه یه تصمیمو برامون گرفته شده باشه و این زندگی که الان توشیم و هیچ تغییری نتونیم بدیم. یعنی بعضی به این نتیجه میرسن و میگن به یه پوچی خاصی میرسن، کارهای آره کارهای عجیبی انجام میدن. چیزی داری برامون بگی؟ بله خیلی عمیق بود اپیزود. بله. من داشتم به این فکر کنم، کارون گفت همکاری شما رو نیاز دارم توی این اپیزود، تقریبا آره هیچ همکاری ما نکردیم. نه فکر کنم فقط به سکوت ما نیاز دارم، فقط به سکوت درون خودمون بیشتر. آره که میکردید چرا نکرد. نه ولی همین که اصلا اگه من مثلا تونسته باشم شما رو چون 10% توی اون فضای فکری که خود من موقع نوشتن این اپیزود بودم قرار داده باشم، این همون همکاری بودش که من ها من ازشون فقط بشید گوش بدید نه همراه بشیم باشید. همین که مثلا من اون قضیه خواب و بیداری و 8 ساعت و اینا رو پروانه و اینا رو میگم، فرهاد میگه که او مثلا من اینجوری بهش نگاه نکرده بودم، یا داستان به اسلورد رو فکرم سر اون اینجا بود. خب این همراه شد با من دیگه، همراه شد این رفیق. آره این جالبه جالبه. چند تا کامنت میخونم بعدم چند تا خبر در مورد اپیزود که ایمان رفت هفته پیش برای ساخت پادکست. بعد یه کامنت اومده بود که توی کست باکس نوشته بودن چقدر منتظر اینطور اپیزودی بودم. همونجا یک کامنت یه اومده بود نوشته بود تنها اپیزودی بود که حوصله‌ام سر رفت، ولی خب شاید به درد خیلیا بخوره. جالب بود، گفتم اولش مطمئنن بعضیا بودن که حوصله‌شون سر میره. آخه کسی که نخواد و علاقه به درست کردن پادکست نداشته باشه احتمالا خیلی اسپسیفیک بود برای اون افراد دیگه. یه کامنت اونجا اومد خیلی من دیدم خندم سر، همون چیزی بود که فرهاد گفت سرگندش. آره نوشته بودن که بابا ما خودمون سرگندش زیر لحاف مزگان داریم. اینو وقتی فرگو من میخواستم بگم انقدر که خندم گرفت نتونستم. یعنی داستانش یادتون یاده زمان تو ایران هر جشنی که از خارج وارد فرهنگ ما میشد، مثلا ولنتاین میومد، هالووین میومد فلان، اینا میگفتن ما مثلا فلان چیز مزگان هم داریم. آره سفندارو. آره بعد این دوستمون نوشته بود که ما خودمون سرگندش زیر لحاف. خیلی ظریف بود، تننازی خاصی داشت. الهه هم تو یوتیوب گفته بود که بچه ها من هر موقع به اپیزوداتون گوش میدم مغزم مقدار زیاد دوپامین ترشح میکنه و این خیلی فوق العاده و اینکه خیلی فوق العاده هستین و حس میکنم سالها میشناسمتون و تو جمعتون هستم. خلاصه سال کنکور رو برام راحت کردم. در مورد کنکور میخوای صحبت کنی؟ آره اتفاقی که نباید کنکور ما رو گوش نمیدادید. کنکور انجام شد دیگه، بالاخره تموم شد. این من دیدم فکر کنم حدود 7-8% اصلا شرکت نکرد، 65,000 نفر نرفتن. 65,000 گفتی؟ 7-8 فکر کنم 500-600,000 نفر حدود آره شرکت کننده داشت. 65,000 تومن عدد دیدم که نرفتن. صبحم یه خبر خیلی ناراحت کننده من دیدم که نوشته بود یه جوونه چند روزی هست فکر کنم که خبر ناراحت کننده ببینی؟ نه که این یعنی مال 24 ساعت گذشته نبوده برای چرا فکر کنم چون آخه کنکورا چند تاست دیگه، هنر داریم دارم تجربه نو. پزشکی دارم ریاضی. یه پسری که ظاهرا معدل بالایی هم داشته بعد کنکور متاسفانه خودکشی کرد و از دنیا رفت. آره فکر می‌کرد امتحانو بعد داده دیگه، نمیدونم چرا ولی احتمالاً اینه دیگه. فشار دیگه، فشار علکی. آره یه جوری تعریف میکنم برای بچه های تون سن، خودم هم بودیم دیگه تون شرایط، شما نبودید، که فکر میکنی دیگه ته دنیاست دیگه. فکر کنی اون 4 ساعت مثلا اگه خراب کردی دیگه عقب موندی و همه دنیا رفت به زندگیش رسید تو این اتفاق برات نیفتاد. ولی من تو اون قسمت قبلم گفتم اصلا اینجوری نیست. این اصلا شاید توی دراز مدت اون اهمیتش قطعا رنگ میبازه که خیلی آدم ها داریم که کنکورشون خوب دادن، بهترین دانشگاه رفتن، چیزی نشدن، برعکسش شاید روز کنکور اصلا خوب نبودن، کنکور رو بعد دادن بعدش رفتن.
به یه جایی رسیدن که میخواستن رو این حساب. امروز یه جور عجیبی داری صحبت میکنی، مثلا یه میری تو فکر هنر و زبانات دیگه، ریاضی و نه. این من خبردار خوندم خیلی ناراحت شدم. من پزشکی و اینا، ببین اینو مقایسه کنید با شرایطی که بچه های اینجا بزرگ میشن توش. ما رو میگم نه اصلا بچه که اصلا ولی اینجا خب زندگی ها در مقایسه با اون شرایطی که ما تو ایران بذاشیم بی استرس تره، بخاطر اینکه اون فشار وحشتناک روت نیست که آقا تو باید با 500 هزار نفر رقابت کنی. خب اینجا شرایط وارد دانشگاه شدنش فرق داره با ایران خیلی حالا نمیگیم راحت تره. سطح سواد هم بعدش میخواید در آخر که میام بیرون هم بگی یا نمیخوای اصلا. نه اشاره. اصلا با اونش کاری نداره. میخوام نمیتونی این دو بر نگی که نه فعلا الان این مسئله است. بس بس اون فشار روانیه که روی بچه 18 ساله میذارن که تاش معلومه بچه درس خونم بوده میره خودشو خودکشی میکنه. ولی ما خودمون چندین بار نگفتیم اون فشاره یه جورایی کمک میکنه آدم ها بعضی موقع قابل تربیان بیرون از اون. آخه بحث رقابت من نمیگم فشار خوبه، من نمیگم فشار خوبه، ولی میگم ما از اون ورش هم بگیم. ما خودمون بین خودمون صحبت کردیم که اکثر که نه، حالا بعضی از کسایی که از دانشگاه اینجا میان بیرون واقعا طرف سطح سوادش با گلابی برابری میکنه. اونم آخه ایران هم همینه، فرقی نداره. اونجا هم خیلی ها ممکن از دانشگاه بیان بیرون و چیزی نباشن. اصلا با اونش من کار بحث دانشگاه های تاپ اون کشور نه. خب همون همه دارم میگم آخه بحث کیفیت زندگی. چرا مثلا یه بچه رو تو باید 12 سال این فشار وحشتناکو بندازی روش که تو باید بری آقا مثلا آره تو راهنمایی داشتید منشور دانش بروی. چرا واقعا چرا نباید بهش کمپینگ یاد بدیم، بهش حرف زدن یاد بدیم، گوش که چرا 4 تا مهارتی که واقعا به دردش میخوره رو یاد نمیدیم به جای که ببینیم خانواده آقا هاشمی از کجا شروع کرد با نیشابور چه جوری رسید. اون چرندیات چی میکنه تو مغز ما. آخرش هم بنده خدا خودکشی میکنه. خیلی من خبرهایی که تو توییتر خوندم، حالا با تجربه چیزی که تو میگی، من کنکور نداشتم تجربه شو، ولی تصور که کردم حالا مطمئنم یه 2 کلاس اخوابه دیدم مثلا خب مطمئنم فشار خانواده بوده، الان خودمون خانواده عزاداره، اطرافیان، خیلی واسه من قابل غیر قابل فهم و درک بود که یه نفر یه جوون چه مسیری رو طی میکنه بدبخت میره. ما همینجا حالا به قول کارون اینجا که همه چی گل و بلبله، هیچ استرسی وجود نداره، همه چی خوبه، اینجا یه امتحان میخوایم بدیم کرکوپرمون میریزه از استرس. چه میدونم آدم با این که میره آمده میشه و فلان و اینا، ولی بازم خود استرس سر داره. ببین اون بنده خدا که 1 سال برای یزی درس خونده دیگه، چه بیشتر بعضا خیلی زودتر دقیقاً میرن تو کمپ و پایینا کمپای ترک اعتیاد. خب خیلی دیگه. آه یه کامنت دیگه اومده بود که چرا گشنه میانید سر زفت. آخه تایمینگمون بده. یه نکته رو من توجه کردم اپیزود رو که داشتم یه بازبینی میکردم وسط کار که دیگه خندم گرفته بود نمیتونستیم جمع کنیم، ایمان با یه لحنی ما رو جمع کرد، گفت بس دیگه گشنه مونه. گفت بس دیگه مثلا اپیزود رو تموم کنیم. نه خب واقعا فشار فیزیولوژیک اومد دیگه. گفت بس دیگه گشنه. نه خب ما روز تعطیل ضبط میکنیم دور و بر مثلا میگیم مثلا 10:30، ولی خب واقعیتش اینه 12 اینا شروع میشه. بعدم میخوایم جفتش رو ضبط بکنیم، چون اگه که بریم دیدیم به مراتب که بریم نهار برگردیم کلا دیگه اصلا بچه‌ها اینجا خواب میرن، خواب قیلوله‌شون رو همین وسط میرن. برای همین معمولا دیگه میخوره به نهار نماز دیگه سر گرسنه‌ام میشه. خیلی گرسنه‌ام میشه. بعد اون سری هم که شما بدون صابونه اومده بودید، من اصلا نمیدونم چه جوری این کارو میکنید. ما صابونه خوب خوردیم. حالا این سری صابونه خورده بودیم ببینیم. آره الان داره دیگه وسط اپیزود بعدی گشتمون میشه. تو اخبار جالب من خیلی به کمک شما تو اپیزود بعدی. ولی واقعا به کمک شما نیاز دارم، اگه بخوام بدونی فقط به سکوتتون نیاز دارم. با من که همیشه سوال میپرسم از ازتون. تو خبرها این هفته یه خبر جالب خوندم که توی سوئیس نزدیک شهر زوریخ برف کاکائو اومده. چی؟ طبیعی؟ برف کاکائو. شیرککائو. چرا؟ داستان از این قرار بوده که یه کارخونه شکلات سازی که اون اطراف بوده
سیستم حالا اون تهویه هوا یا هر سیستمی که بوده فیلتر نمی‌کرده، مثلا بخار ککیون رفته بالا و مثلا آره؟ صبح پا میشم میبینن که مثلا یه قبار مشتی از کاکائو روی مثلا روی ماشین پر کاکائو بوده، همون اطراف فقط. آره آره، ولی اون و خیلی تو سوئیس برف کاکائو میاد اگه ما بودی برف انگیو سرمون انه کفتر به غیر انه کفتر نصیب ما نمیشه واقعا. سوئیس مردم خوش سرزمینی، دروغ شکر کن دروغه بودی اومده. اما اطراف نه که تو کل شهر، آره همه اطراف دور کارخونه ککایی همه به لیز زدن ستو اطراف کارخونه رو ملت اومدن لیست کش کردن شیر بریز بخوری شیر هم بریز خیلی که خیلی لبنیات سوئیس هم خیلی شیراش خوشمزه است. بله یه خبر چند وقت پیش تو خود همین پادکست خوندیم در مورد این بود که آقای کانیه وست میخواستن بیان رئیس جمهور بشن سال دیگه، منصرف شدن دیر رسید پروندهشون 15 ثانیه دیر رسید یه استپی، یعنی یه پرونده باید میدادن فکس باید میکردن بعد حالا یا دیر رسوندن نمیدونم این خبری که من خوندم یا نمیدونستن کلن باید این کار بکنن. داستان این بوده که رد صلاحیت شده، یعنی نه. اصلا نتونه ثبت نام کنه به خاطر اینکه فرض کنم مثلا گفتن تا ساعت 12 باید بفرستید، وقتی میگن 12 یعنی 11:59 و 59 ثانیه، این فکر کرده از 12 تا 12:01 همچنان 12ه و همچنان قبل 12 مثلا حساب میشه. دانشگاه نرفته این، نه خلاص اگه میخواستید بهشون رأی بدین الان دیگه نمیشه. آره ایران چیز بود یه دور استقلال نتونست بره آسیا، دیر فرستادن مدارکو نرفت. اینجا هم احتمالاً مثل من بوده، مدیر کمپینو دادن احتمالاً بچه‌ها مدیر کمپین دیر فرستادن مدارکو. آها تمام. آره انا میخوای توییتر چند تا بخونی؟ توییتر رو یه لحظه ببین حواست نیست ها، اینجا آماده نمیای سر ضبط. سر ضبوط نوشتن که دستشون هم بخونم هندل بعد دستشون هم بخونی اسم دست هست نه اسم خودشونه، دختر ژاپنی بنت شبیه نمیدونم حالا بدش کنو بخون چی گفتن. نوشتن که اگه این 238 اپیزود خودکست رو بشنوم ها باید یه خسته نباشی به خودم بگم، تازه اپیزود 4م، تازه کلی پادکست دیگه هم دارم گوش بدم. ایشون تازه شروع کردن. اوهایی که فرض دو تا توجه کردی. اگه 238 اپیزود رو بشنوم. آخه تو نمیشه بشنوم ها مثلا اینجوری. ها برنامه به جا آ بشنوم. آره دیگه ها درسته. دختر ژاپنی هم نوشتن با تیم. دیگه میخوای بعدم بخوای احساس میکنم اصلا آمادگی خوندن اینا رو نداریش. بگو بذار آروم باش. آقا نه بعدی بخونه. یکیشو دیدم تکراری بود، قبلا خونده بودیم. آها در مورد اپیزودی که کارون رفته بود، آره کارون رفته بود در مورد هتاکی جنسی فکر کنم 2 هفته پیش. بله آره نوشتن که کاشکی فکر کنم یه خانم اینو ریتوییت کرد. بله. کاش بفهمن وقتی توی این اتفاق سکوت میشه پیشه میکنی واقعا سکوت پیشه نمیکنی، در واقع ترس از مقصر شدن داری، یا وقتی قفل میکنی و واکنشی نمیتونی انجام بدی رابطه رو قبول نکردی، فقط انقدر توی شوک هستی که نمیتونی هیچ کاری کنی، حتی صدا در نمیاد جیغ بزنی. و آخرش هم نوشتن فقط 14 سالم بود و از همه میترسیدم. متاسفانه ایشون هم تجربه بد داشت. جدیدن هم دارن توی توییتر چی میخواستی بگی؟ همینو میخواستم تو برنامه کامیس حسینی هم در موردش صحبت شد. خیلی الان حالا خدا رو شکر آدم ها دارن صحبت میکنن در مورد اتفاقایی که براشون افتاده، حالا چه آدم های حالا نامدار توی ایران یا کسایی که حالا اونقدر نامونشون ندارن،
ولی دارن دستاشون رو میشه، دارن در موردش صحبت میکنن. یه جنبش خوبیه که داره اتفاق میفته که آدم ها دارن در این مورد گفتگو میکنن و تا در موردش صحبت نشه به نظرم هیچ مشکلی هم حل نمیشه. می توی ایران الان تازه استارتش خورده دیگه. آره. باز همون اپیزودو میلادم ریتوییت کرده بود و نوشته بود که بر هر مرد ایرانی واجبه که یک بار این اپیزود پادکست خودکست رو گوش بده تا شاید این عبارت سخیف کرم از خود درخته رو از زندگیش حذف کنه و فکر نکنه هر کاری به علامت برای رضایت ارتباط جنسیه. خوب گفتن جفت توییتا خیلی. آره. اون حالا ایشون که 14 سالشون بوده که خیلی ناراحت کننده است و ولی خب دقیقاً حرفاشون در همراستا با چیزایی بود که ما توی اپیزود صحبت کردیم. حالا من خونده بودم از آدمای دیگه که براشون اتفاق افتاد، صحبت کردم با اون عزیزان، دقیقاً همین بود. اون شرایطی که حالا شاک میشن، گفت میکنن، هیچ کاری واکنش نشون نمیدن، هیچ کدومش به معنای رضایت نیست، به معنای اینه که حالا بالاخره مغز توی اون حالت واکنش دیگه‌ای نمیتونه نشون بده و دقیقاً نشونه عدم رضایته. و حالا توی تو دوام که کرده بودن که خیلی قشنگ گفتن. جمع کنیم. خیلی خب، ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و میتونید ما رو به صورت تصویری از یوتیوب تماشا بکنید. ما میریم و پنجشنبه با یه اپیزود جدیدی برمیگردیم. خدافظ. 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 خدافظ.